ایو یو برو بکس حالتون چطوره خوش اومدین به چنل یوتیوب من آریا مومت هستم تو این ویدیو میخوام بگم که چرا اومدم ترکیه چرا اصلا ترکیه رو انتخاب کردم به خاطر اینکه خیلی سوال میکردن ازم بریم با هم ویدیو رو ببینیم قبل از اینکه ادامه ای ویدیو رو ببینیم یادتون نره چنل یوتیوب منو حتما سابسکرایب کنید برنامه رو لایک کنید اگر دوست داشتین شیر کنین برای دوستاتون بفرستین که اونا هم ببینن نظر انتقاد پیشنهاد و حتی فوش برای من کامنت کنید که ببینیم چند چندیم بریم با هم ادامه ویدیو رو ببینیم چکرم اوکی okay, اول از همه بریم برسیم به بحث اینکه چرا من ترکیه رو انتخاب کردم ببینید شما باید در نظر بگیرید که سنتون چقدره مثلا من اگه 15 16 سالم بود طبیعتا ترکیه به دردم نمیخورد کشورهای دیگه دانشگاهی خیلی بهتری داره میتونی رشد کنی شکل بگیری و بمونی و زندگی کنی بعد که درس تموم شدتون رشته که انتخاب کردی تو همون رشته بری اونجا کار کنی و اقامتت هم میگیری و دیگه میمونی من مهندسی نرم افزار کامپیوتر خوندم درسم تموم شده پس نمیخوام درس بخونم من نمیخوام توی این کشور کار کنم یعنی برم یه کار سنتی انجام بدم فروشنده ای کنم این چیزیه که خب خیلی مهمه به خاطر چی به خاطر اینکه کاری که من انجام میدم چون تو مدیا فعالیت میکنم تو یوتیوب فعالیت میکنم تو اینستاگرام فعالیت میکنم کار موزیک میکنم درآمدم به دلاره بهتره برای من که به لیر خرج کنم شما دلار در بیاری لیر خرج کنی یا ریال خرج کنی بهتره برات یا دلار در بیاری دلار و یورو خرج کنی طبیعتا موضوع اول موقعیت شغلی آینده شغلی خیلی تو کشورهای دیگه بهتر این برای کسی که سن پایینی داره زیر 23 4 خب من نمیخوام درس بخونم نمیخوامم بیرون برم کار سنتی بکنم پس برای من ترکیه بهتره چون نزدیک ایرانم سه ساعت را داری یعنی شما تا جاده یعنی بخوای بری چالوس تونکاو نوشر بخوای بری 4 ساعت 5 ساعت تو راهی نزدیکی به ایران حال و هوای مردمش خیلی شبیه ایرانه خیلی واقعا شبیه ایرانه هر جا توی استانبول بری محمد داد بزنی 10 نفر برمیگردن همه ایرانی اینجا مغازه ایرانی داره خلق و خوشون به ایرانی ها سازگاره خوبی و بدیشون عین ماه آلمان و آمریکا نرفتم که ببینم اونجا چجوریه اینجا اصلا احساس قربت نمی کنی هایی که میخورن هم خیلی نزدیکه به ما یعنی اصلا شما اینجا اینجوری نیست که تب اتوارشون سازگار نباشه خیلی به ایرانی ها احترام میذارن ایرانیا رو دوست دارن اصلا تک و توک همه جای دنیا نجات پرست هستش اینجا هم هست من به پستم نخورده اما ایرانی ها رو دوست دارم مثلا پلیسشون وقتی پاسپورت تو میبینن میپرسن کجایی میگی ایرانی هم به لبخم میزنن و اصخایی میکنن و میگن برو با من که اینجوری رفتار کردن خیلی اکسیژن خوبی داره هوای خیلی تمیزی داره من ساکن تهران بودم انقدر هوا کثیف بود جدای افسردگی که داشتم میگرفتم نمیذاش اصلا فکر کنم اکسیژن به مغزم نمیرسید یه مسئله دیگه ای هم که داره اینه که من به شخصه تک فرزندم یعنی خانواده‌ام فقط منو دارن پس باید برم و بیام اگر برم یه کشور اروپایی حالا اگر شما وضع مالیت اوکی باشه که حالا بتونی تحصیلی بری خرج تحصیل تو بتونی بدی که چقدر عالی اگر نتونی بدی خیلی ها میرن از راه های مختلف مثلا طرف میره پناهنده میشه طرف میره هزار تا داستان که شما تا چند سال نمیتونی برگردی من این شرایط رو نداشتم بتونی اینجا بمونی خیلی راه برات گشوده میشه برای کشورهای دیگه بعد خرج خیلی کمتر از ایران مثلا شما یه مثال بزنم شما یک کیلو سیب زمینی بخوای بری توی تهران بخری کیلو 6 هزار تومنه ولی اینجا زیر یلیره ما یلیرم حساب کنیم لیرم سه هزار تومن حساب کنیم میشه سه هزار تومن یعنی شما یک کیلو سیب زمینی اینجا میخری سه هزار تومن در گرون ترین حالت ممکن ولی توی ایران باید بخری شش هزار تومن علاوز خونه شما اینجا میتونی با سه هزار لیر یه خونه نرمال اوکی بگیری با وسیله برای پول پیشش هم و دو تا دپوزیت عرفش اینه حالا جا استثنا هم وجود داره ولی عرفش اینه دو تا سه تا دپوزیت میدی یعنی 6000 لیر جلو میدی بعدم اجارتو میدی یعنی در واقع شما ده ماه اجاره میدین دو ماه اجاره رو جلو جلو میدین یا میتونید دو ماه میدین اون دپوزیتی که شما دادین رو پس میدن بهتون ولی چون معمولا پس نمیدن دو ماه آخر رو نمیدن ایرانی ها اجارشون رو هزینه <applause> اقامت گرفتنش و اینا هم زیاد نیستش حالا من دقیقش رو نمیدونم ولی بین هزار تا دو هزار لیره اگر بالاتر از این میگن دروغ میگن نیست خونه تو راحت میتونی بگیری رو خونه اقامت یک ساله دو ساله میتونی بگیری همه جا میتونی با بوس تراموا نمیدونم این چیزا بری تاکسی هزینهش یکم یک بالاه ولی برای کسی که خب مشکلی نداره میتونه با تاکسی و بر ماشین گرفتن زیاد کار درستی نیست چون خرج ماشین خیلی زیاده رنت کردن ماشین باز بهتر من خودم یه دو سه ماه اینجا ماشین, ماشین داشتم و رنت کرده بودم آها لوازم برقی مثل لپتاپ مثل لوازم الکترونیکی گجت لپتاپ ساوند کارد نمیدونم هدفون میکروفون ایرپاد اینا اگر محصول خود ترکیه نباشه که نیست طبیعتا اپل مال ترکیه نیستش به مراتب گرونتر از ایرانه من تمام وسایلم از ایران میخرم تو این چیزا ایران خیلی خوبه قیمتش عین کویت و دبی یعنی حالا یعنی کویت ارزون تر از ایرانه ولی ایران هم خیلی قیمتا خوب مثلا لپتاپی که من گرفتم 3000 دلار پولش بود ایران 10 میلیون تومان ارزون تر است یعنی 3 دلار روزو حساب می‌کردی 3000 دلار می‌شد ان مبلغ فروشگاه تو پایتختش ارزون تر میدادن اینجا ولی مثلا 3000 دلار به ریال حساب کنی میشه مثلا بگیم 80 میلیون 70 میلیون اینجا 10 15 میلیون گرونتر بود یا دوربینی که من گرفتم GoPro مکس گرفتم گوپرو ایران گرفتم نزدیک 12 500, 12 تومن اینجا اگر میخواستم بگیرم 13 14 تومن برام در میومد حالا این رو رقم های بالاتر بیشترم میشه بعد دیگه کشور خیلی قانونمندیه تقریبا حالا همه میگن نه این ایران میکنه همه چی با پول نه واقعا اینجوری هم نیستش کشور قانونمندیه یعنی اگر یه قبضی برای تو میاد میگه 100 لیر باید بدی 100 لیر رو ندی دو ما دیگه باید 2000 لیر بدی و این همیشه میمونه روی پاسپورت کیملیکت کیملیک هم کارت اقامتیه که اینجا بهت میدن یه ساله یا دو ساله قیمت خرید خونه خیلی خوبه شما میتونی به پول ایران با یه میلیارد تومن واقعا یه خونه خوب بخری اینجا نه خیلی خوب نرمال نرمال حالا یه ذره رو به پایین دیگه دو میلیارد به بالا یعنی صد هزار دلار به بالا خونه های خوبی میتونی باهاش بخری پاسپورت بهت نمیدن زیر 250 هزار دلار فقط ماهانه میتونید تمدید کنید اقامتتون سالانه ماهانه که خیلی دوره مگه اینترنته اگر بازم سوالی چیزی داشتین کامنت برام بذارید من جوابشو کامل بهتون میدم خیلی تو جو موزیک بودیم گفتم بیام یه برنامه بسازم ایده این برنامه رو از هایرس تیوی گرفته بودم توی یوتیوب گفتم خب منم این کارو بکنم رفتم توی اسنپ ثبت نام کردم که مسافر بیاد من با مسافرا دوربین مخفی درست کنم میشستم شعر می نوشتم با مسافرا دوربین مخفی می ساختیم اجازه پخش ازشون می گرفتیم یعنی اینجوری نبود که خیلی خودسر این کار رو انجام بدیم همه چی طبق چارچوب بود فقط موزیک موزیک زیرزمینی بود یه دو... دو, تا برنامه ساختم برنامه و که پخش کردم شب خوابیدم صبح بلند شدم دیدم نزدیک 400 500 هزار تا بازدید خورده باورم نمیشد که انقدر یهو ترکید انقدر نزدیک 3 4 هزار تا کامنت خورد 300 400 هزار تا بازدید خورد همه شیر میکردن من یادمه اون برنامه 25 هزار تا شعر خورد برای من که پیجم 17 هزار تا بود من قسمت سوم برنامه گذاشتم یه فصل ساختم پول خوبی هم در می آوردم گفتم خونواده یکی از دختری که تو برنامه بوده شکایت کرده گفتم چرا؟ گو به خاطر اینکه راضی نبوده داداشش تو تو ویدیوش خواهرش تو ویدیوت باشه عقب نشستن من موزیک خوندم بهشون هم گفتم دور مخفی اگه راضی این پخش کنم گفتن آقا اوکی هدیه دادیم از طرف اسپانسریچ پولی هم نگرفتیم بعد دیگه دایرکت و تهدید و فوش و این داستان ها از طرف خونواده اون دختره حالا من نمیدونم چرا هم واقعا اینجوری بود که گذشت من این موضوع رو حلش کردم یه قسمت دیگه پخش شد دوباره از اسنپ زنگ زدن که آره اسمتون چیه فلان اسممون اینه لغو جایگاهتون میکنیم توی اسنپ شما نباید برنامه بسازین گفتم خب اوکی الان لغو جایگاه کردین منو آره برنامه هم باید همه رو بردارین ما شکایت میکنیم ازتون فلان گفتم خانم یه دختری هم بود زنگ میزد به من هی بودم خانم شما باید بیای پولم به من بدی که دارم برات برنامه میسازم دمت گرم داری به این اسم برنامه میسازی مثلا هایرس تیوی که توی اوبر برنامه میساخت اوبر اومده شکایت کرده ازش نه هر برنامه داره چند هزار دلار بهش پول میده که دمت گرم تو داری تبلیغ ما رو میکنی و یه جوری شده بود که بازدید پیج من از بازدید کل پیج و ارگان اسنپ بیشتر شده بود و اومدن منو تو فشار گذاشتن منم اسم برنامه ها رو پاک کردم از سو پیج اینستاگرام پاک کردم که اصلا پیجم داغون شد داستانهای دادگاهی و پیجم و ازم گرفتن و حالا همه میپرسن که تو فرار کردی نه من موندم این یک سالی که برنامه نساختم تقریبا هشت ماهی که برنامه نساختم درگیر داستاناش بودم برنامه سازی توی مدیا اینفلوئنسر بودن توی مدیا کار کردن یوتیوبر بودن یه شغله حالا من یه استعداد رپ هم داشتم اومدم از طریق رپ فارسی برنامه ساختم یه یوتیوبرم که خوبم رپ میکنم اینجوری فکر کنم بهتر باشه بگم این اصلا علاقه ندارم فقط جاست رپ کنم موزیک بدم بیرون نه موزیک هم میدم برنامه دیگه هم میسازم حال نمیکردن دیگه غیر مجاز بود رپ مشکل داشت واسه شون ما هم نساختیم دیگه اومدیم بیرون و اینجا دارم شروع میکنم دوباره برنامه سازم که میبینید بعد از مدت ها اومدم ترکیه اینجا شروع کنم برنامه بسازم و حالم هم خیلی خوبه امیدوارم شما هم مسیرتون رو پیدا کنید من که خیلی سختی کشیدم تو این برنامه جاش نیست ولی حتما یه برنامه براش میسازم دلیل اومدن من به ترکیه این بود خب دیگه فکر نکنم چیزی مونده باشه اینم از ویدیو امروز اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین یه دکمه قرمز غر... رنگین پایین هست کلیک کنید روش دمتون گرم بیشتر بزنید پست جدید که میذارم نوتیفیکیشنش براتون میاد میتونید ببینید حال کردین لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید نظر انتقاد پیشنهاد و حتی فوش توی کامنت برام بنویسید سوالی دارید درباره این ویدیو بنویسید حالشو ببرید جیبتون پر از کش پیس